هسته‌ای، لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و بهبود روابط تهران و واشنگتن بازتاب گسترده‌ای در میان ایرانی آمریکایی‌ها داشت و شاهد اظهار نظرهای متفاوتی در این زمینه بودیم، از جمله سینماگران ایرانی ساکن لس آنجلس. مری آپیک: این گام تازه است در تجدید رابطه ایران با ایالات متحده و جامعه جهانی بعد از 36 سال سوء زن، هرج و مرج و فاجعه که در طی آن هیچ ارتباطی میان آمریکا و ایران برقرار نبوده. من امیدوارم این گام مثبتی به سوی آینده باشد، ولی تردید جدی دارم که حکومت اسلامی ایران و رهبری آن در توافق اتمی حاصله درباره برنامه هسته‌ای خود صادق باشند. برنامه‌ای که با آن دنیا را از ترس یک جنگ هسته‌ای به گروگان گرفتند. شهره آقداشلو: من چندی پیش همراه با گروهی از ایرانیان متنفذ توماری امضا کردیم و خواستار مذاکره سیاسی با ایران برای رفع اختلافات موجود شدیم. من باور دارم قربانی اصلی تحریم‌های اقتصادی مردم ایران هستند و این تحریم‌ها مشکلی برای حکومت و یا ثروتمندان ایجاد نمی‌کند. نازنین بنیادی: امیدوارم که لغو تحریم‌ها زندگی روزمره مردم ایران را که فشار اقتصادی عظیمی را تحمل کردند بهبود ببخشد. با این همه در شرایطی که جامعه جهانی روابط اقتصادی با ایران را از سر می‌گیرد، نباید فراموش کنیم که ایران هنوز یکی از بزرگترین نقض کنندگان حقوق بشر در دنیاست و صدها زندانی سیاسی بدون آنکه گناهی داشته باشند هنوز محبوسند. از جمله شمار زیادی هنرمند، شاعر، روزنامه‌نگار، کنشگر و چهره‌های فرهنگی. نهادها و دولت‌هایی که با ایران در ارتباطند وظیفه دارند بر وضعیت حقوق بشر در ایران نظارت کنند و از جانب مردم ایران در بهبود آن بکوشند. شان توپ: به عنوان یک هنرمند امیدوارم این توافق دریچه‌های تازه‌ای را برای گسترش روابط فرهنگی و هنری میان ایران و آمریکا باز کند. مازیار جبرانی: خیلی خوشحالم که گام‌های نخست برای رفع اختلافات برداشته شد. من همواره از دیپلماسی برای حل و فصل مشکلات حمایت کردم. خوشحالم که مذاکرات سیاسی گزینه مناسبی برای رفع اختلافات ایران و آمریکا بود. فریبرز داوودیان: دیدگاه‌های مختلفی درباره نتایج این توافق وجود دارد و البته زمان مشخص خواهد کرد چه کسانی از این توافق سود خواهند برد. سقف آرزوی من ایرانی آباد، آزاد و دموکراتیک است. گزینه‌های دیگر غیر قابل قبول است. رامین نیامی: این یک دستاورد تاریخی در روابط ایران و آمریکاست. ما شاهد فجایع ناشی از جنگ و خشونت در خاورمیانه هستیم، وقایعی که زندگی میلیون‌ها نفر را نابود کرده است. تحریم‌های اقتصادی برای مردم ایران کمرشکن بود. این توافق نشان داد مذاکرات سیاسی بهترین گزینه برای حل مسائل جدی چون برنامه هسته‌ای ایران است. امیدوارم در این فصل تازه دولت آمریکا درک کند که تهدید نظامی راه مناسبی برای پیشبرد اهدافش در کشورهای مثل ایران نیست و حکومت ایران هم متوجه باشد که آزادی بیان و اندیشه برخلاف مصالح و امنیت ملی کشور نیست.